بچه سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبره؟ چی کارو میکنین؟ خوب هستین؟ امروز جورج سرحاله، خیلی هم سرحاله، دود داره میزنه، بذارمش یه طرف دیگه. بچه ها امروز اومدم یه نکته خیلی باحالی با هم دیگه در میون بذاریم، با هم دیگه صحبت کنیم دربارش، درباره ملکه. اول میخواستم ازتون تشکر کنم که خیلی باحالین، خیلی باحالین، کامنت میذارین، کامنت های باحال خوشگل، لایک میکنین، ما رو به همه پیشنهاد میدین، خیلی دمتون گرم. خواستم میشی درباره این ملکه بگم. این کندویی که ما داریم، یعنی کندوی یکی مونده به اولی، کندوی دومیمون، این کندو حدود 4-5 ساله که یه ملکه داره، یعنی که یه ملکه اگه این زمستون رد بشه، یعنی یکی دو ماه دیگه میشه پنجمین ساله که داره محصول میده. و دلیلشو میخواستم بهتون بگم. آره این ملکهش اینجاست، اگه ببینش، بله دیده میشه، این ملکه پنجمین ساله که داره محصول میده. خواستم یه نکته بگم. بچه ها میدونین چرا تو تبلیغات جای دیگه درباره ملکه صحبت کنم میگن که آقا یک سال اول محصول میده، دو سال دوم، سوم هی ضعیف و ضعیفتر میشه؟ دلیلش فقط یه چیزه، این که از داروهای غیر استاندارد استفاده میکنه، از داروهای سمی استفاده میکنه، ملکه عمرش سریع تمام میشه. ولی خدا رو شکر ما از داروهای خوب استفاده میکنیم. از مثلا منظور از دارو، منظورم این که آقا پایین میگه از دارو استفاده، منظور از دارو، منظور از داروهای کنکشه که مثل فورمیک و اگزالیک، از نوارها و از فابکوزین و این مسخره بازی و این به درد نخور چیزا استفاده نمیکنه. خواستم اینو با این در میون بذارم که یک ملکه خوب اگه میخواین یک عمر برای شما کار میکنه، منظور از یک عمر یعنی 1-5 سال برای شما کار کنه، باید از داروهای خوب استفاده کنه. احتیاج نیست برین ملکهای زیادی بخرین یا بگن که فقط اولین سالش محصول میده و از این حرفا. این ملکه الان پنجمین ساله دیگه، کهنه شده، پیر شده، ولی امسال هم یه طبق ازش اثر گرفتیم. الان هم 10 قاب از زنبوره، نگاه کنین تو وسط تابستون 10 قاب زنبوره، پر تخم روزه و هنوز داره همونقدر عالی نتیجه میده. خواستم اینو باهاتون در میون بذارم. بذار اینو بذارم اصلا یه 2 دقیقه با هم دیگه صحبت کنیم در موردش. جورج بزنیم، بچه ها برن ببین ببین. بچه ها خواستم درباره این موضوع باهاتون صحبت کنم که بچه ها این که یک ملکه چی میشه که انقدر خوب چند سال برای شما کار میکنه، یکی از دلیلاش فقط یه چیزه. اینا کنه داشتم، من کنه کشی کردم. فقط یه چیزه، دلیلش فقط یه چیز میتونه باشه، این که شما زنبور رو سالم نگهدارین، یعنی به زنبور برسین. بچه ها بعضی ها فکر میکنن کندو بخرم بذاریم یه جایی، کندو خودش میره اصل میاره، همه کار برای ما میکنه. اصلا این شکلی نیست، اصلا اینطوری نیستش. زنبور باید بهش رسیدگی بشه. مثل من نگاه کنی، الان تابستونه، الان میخوام بهش شربت بدم. این از این اصلشو برداشتم، الان میخوام بهش شربت بدم و میخوام زنبور سازی کنم. این یکی از صفات خیلی خوبش، میدونین چیه این ملکه ها؟ ملکه ها اینه که نیش نمیزنن. پس اول این صفات رو گفتم، برگردیم به عقب‌تر. اون گفتم یه جا باید بذاریم کندو، حواستون باشه همینجوری ول نکنین کندواتونو، برین شربت به موقعشو بدین، کیک گردن به موقعشو بدین. بچه ها اینا که دارم میگم شربت و کیک گرده برای زمان شهداوری نیست، اشتباه نگیریم با این موضوع مثلا ما تغذیهش کنیم که به ما اصل تغذیه‌ای بده. نه نه، منظورم اینه که با این تغذیه میتونیم تحریک کنیم ملکه رو به تخریزی بیشتر، کیک گرده بذاریم برای تخریزی بیشتر بهش برسیم. این باعث میشه که شما یه ملکه داشته باشین که چند سال به شما نتیجه بده. ولی متاسفانه این ملکه ما تا حالا ازش تکثیر نکردیم، از ملکه‌های دیگه تکثیر کردیم. دلیل اینکه تکثیرش نکردیم فقط یه چیزه، اینکه نمیدونم چطوریه، یه صفاتی داره که من زیاد دوست ندارم، مخصوصا صفاتی که توی تابستون داره. ولی کلا هم عسل‌آوری خوبی داره، هم آرامش خوبی داره، هم به مریضی ها مقاومه. ولی خب یه سری صفات داره که من دوستش ندارم، برای همین ازش تکثیر نکردم. ولی فوق‌العاده است، این زمستون بیاد پنجمین سال که داره
محصول میده. اگه ضعیف شده بود تا الان زنبورها کشته بودنش و تعویضش کردن بودن. یه موضوع دیگه میخواستم اینو بگم که من امسالم با اینکه 4 ساله داره تخم‌ریزی میکنه، امسالم من ازش یه طبق عسل گرفتم و خیلی خفنه. خواستم اینو باهاتون در میون بذارم، متوجه بشین که اون دلیل نمیشه که ملکه هر سال شما برین یه ملکه جدید بخرین بشه یه بار مصرف براتون. الان یه سری تبلیغات بد هستش که سال اول فقط ملکه خوبه، نه اینجوری نیستش. اگه شما درست به ملکه برسید، اگه نژاد درست داشته باشه، اگه جفتگیری درست کرده باشه ملکه، ملکه میتونه چندین سال برای شما تخم‌ریزی کنه و میتونه نتایج عالی بده. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم، دم همگی گرم. میخوایم با قدرت بیشتر پیش بریم. بچه ها نگران زمستون گذرانی و ویدئو نباشید، ما یک روز در میان ویدئو داریم، ما همیشه با شما هستیم، همیشه براتون ویدئو میسازیم، همینجوری با هم دیگه میریم جلو، بریم ان شاءالله برسیم به درجات بالای زنبور داریم. خیلی مخلصیم، فدای شما.